امروز هم در خدمت شما هستیم، چنانچه که میدانید روزهای چهارشنبه ارگانها رو برای شما معرفی میکنیم و ارگانی که امروز در نظر گرفتیم اداره آسان خدمت هست و دعوت کردیم از جناب آقای عبدالهادی زهین، معاون این مرکز هستن و انشاءالله صحبتها رو از ایشان میشنویم. عرض سلام در خدمت شما آقای زهین، خیلی خوش آمدید. سلام نه داشت تکنیکی همکاران و طوری لیدونکو تا ورزم بخیر. زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. جناب آقای زهین، واژه اداره آسان خدمت یک واژه ناشنا شاید باشه برای هموطنان ما. در ابتدا می‌خوایم در مورد چگونگی تشکیل این مرکز از شما بشنویم. دی آسان خدمت اداره یو نو اداره ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، چې دا اداره د رئیس جمهور سفر له وروسته نه منځته راغله، چې هغه آذربایجان ته سفر درلوده. هغه ولیدل په آذربایجان کې چې د اسان خدمت اداره هلته شتون لري، د خلکو سهولت په باب ډیر خوشبینه و. بالاخره چې کله بیرته خپل وطن ته راستون شو، د ده دا فکر و چې په افغانستان کې مې د اسان خدمت اداره جوړه کړي، تطبیق کړي. بالاخره مونږ د آذربایجان سره خبرې وکړې. د آذربایجان سره هم په 2016 د جولای په 12 تاریخ باندې د تخنیکي همکارۍ په باب باندې تفاهمنامه امضا کړه، چې هغې نه وروسته مونږ دا برنامه شروع کړه عملا، او همدا برنامه جریان لري. د اسان خدمت برنامې دیدګاه دا ده چې د خلکو او د حکومت تر منځ کومه فاصله چې ایجاد شوې ده، د هغه له منځه یوسي. په عامه خدمتونو کې خلکو لپاره یو ښه سهولت راولي، تر څو خلک ونه ځورېږي چې پلینونو کې ودرېږي، خلک ونه ځورېږي چې د یو خدمات لپاره ډېرې ورځې تېرې کړي. او همداشان د اسان خدمت برنامه توانېدلې ده، همدغه کار روان کړی چې ټولې هغه پیچیده پروسې چې اوس په دولت کې شتون لري هغه ټولې ساده کړي او د خلکو د سهولت سبب وګرځي. یعنی در واقع از صحبت شما یک قسم پیداست که خود هدف تشکیل مرکز آسان خدمتی هستش که او شکافی که میان مردم و ادارات تشکیل شده، یا همین بحث کاغذ پرانی که امروز میگن کمتر بشه و مردم به خواسته و اهداف خودشان بتونن زودتر برسن. بله بله. و اشاره کردین که این طرح از کجا بوده؟ این طرح که هستن ای از رئیس جمهور است، برنامه رئیس جمهور است. ما امرای آذربایجان تفاهمنامه امضا کردیم. آذربایجان امرای ما همکاری های تخنیکی میکنه در این عرصه تا بتانیم اینمی طرح یا آسان خدمت در اینجا به شکل عموم خوب صحیح تطبیق کنیم. بسیار خوب. یعنی یکی از اهداف عمده مرکز آسان خدمت یا اداره آسان خدمت این هستش که امی بحث در واقع میتونم بگیم که مشکلات اداری هموطنان ما رو بتونه حل بکنه. آیا کدام اهداف و برنامه دیگه هم داره؟ خیر، مونږ ډیر برنامه لرو، چون مونږ هغه برنامه چې تروس اور باندې کار کړی دی هغه ډیر د کامیابی په حالات کې دی. د پاسپورت ریاست سره مونږ کار کړی چې پاسپورت ریاست کې ډیر سهولت راغلی دی خلکو لپاره، د هغو لپاره هم نوی سیستم جوړ کړی دی. خلک پخوا ډیر ځورېدل، د ښځو او د نارینهو تر منځ تفاوت نه و، په ګډوډي شکل باندې و. هغو لپاره هم فزیکي تغیرات په تعمیراتو کې راوستل، د هغو لپاره هم سیستم جوړ کړی دی. سیستم ډیر په ښه شکل کولی شي هغه کومه ډیټا چې د پاسپورټ ورنه صادر کیږي هغه په منظم ډول باندې بیکپ کړي. په همدې شکل باندې هغوی لپاره مونږ نوبتي سیستم لګولی دی، کیوینګ سیستم چې ورته وایي، چې خلک نشي کولای چې په خپل سر د یو بل نه مخکې شي یا ازدحام جوړ کړي، نوبت اخلي، د نوبت په مطابق باندې ځي د پاسپورټ تی مراحلو لپاره. او یو بل ښه کار چې هلته شوی دی هغه دا دی چې هیڅ نفر نشي کولای چې بدون د تی مراحل نه هغوی خپل پاسپورټ ترلاسه کړي، هغه که زورواکی دی، هغه که چارواکی دی، هغه که غریب دی. دغه ټول منظم سیستم د هغو لپاره ایجاد شوی دی. همدا شکل مونږ د وزارت کار عمر اجتماعي شهدا معلولینو سره ډیر کار کړی دی. په دې برخه کې مونږ هغوی سره د خارجي وګړو او د داخلي وګړو جواز کاتو برخه کې دی، چې هغه په ډیر جنجالي شکل باندې اخیستل کېده. د هغوی لپاره مونږ وان سټاپ شاپ جوړ کړو، ماډرن غرفې، ټی آی نمبر، ټول راغله یو ځای ته. اوس کولی شي هر فرد لاړ شي په لس دقو کې خپل کار ترلاسه کړي. دا هغه څه دي چې اسان خدمت کړي دي، همدغه پروګرامونه یې دوام لري. چون د اسان خدمت برنامه ډېرې دي، همدغه شان ډېر سیستمونه یې پرمخ وړي دي، همدغه شان
د ساده سازی یو برخه کې چې ټولې پیچیده پروسې هغوی ساده کړي دي، هغه هم پر مخ باندې وړي دي، د اداراتو سره مکار کړی دی. خو دا بل بحث دی، همدغه انټرویو په جریان کې به انشاءالله ټول درته تشریح کړم. بسیار خب، واقعا یک مشکل از جناب آقای ذهین که هموطنان ما چندین روز و چندین هفته را بخوای به خاطر اسناد و مدارک یا موضوعاتی که شما اشاره کردین بخواین وقت بگذارن، شاید خیلی کسا باشه اصلا وقتش نداشته باشن. اما اینکه سیستم اداره آسان خدمت به چه سیستمی هست، آیا شما مثلا اسناد رو جمع میکنین یک نفر به نمایندگی از تمام همین افراد میفرستین، یا نه به سیستم مدرن پیش میرین و با مراکزی که قرار هست این مشکلات حل بکنن در ارتباط میشین؟ لومړی دا چې باید واضح شي چې د آسان خدمت یو مرکز جوړیږي، چې په دې مرکز کې ټول خدماتي ادارې چې خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغه راځي په دې مرکز کې ځای په ځای کیږي، چې د هغوی دوه یا درې نمایندګان د آسان خدمت د طرز په مطابق باندې راځي، موږ سره کار کوي، دغه ټول مراجعین به آسان خدمت ته مراجعه کوي، د دوی کار به په همغه یو تعمیر کې خلاصیږي، دوی کولی شي دا خپل اسناد د همغه یو تعمیر څخه ترلاسه کړي، چې د خلکو د وخت ضایع کېدو او د خلکو د ځورولو دا مسایل ټول پکې حل کېږي او دا د خلکو لپاره سهولت ایجاد کوي. بله، در خصوص این که خود اداره آسان خدمت با نیاز داره به همکاری کدام مراکز یا کدام ریاست ها، کدام وزارت خانه ها؟ ما همراه نهادهای مختلف کار میکنیم در افغانستان، خصوصا در کابل همراه وزارت داخله کار کردیم، همراه وزارت کار مور اجتماعی کار کردیم، همراه وزارت تجارت صنایع کار کردیم، به همین شکل همراه کلگی وزارت خانه که خدمات عامه را ارائه میکنه به مردم ما همراهشون سر و کار داریم. یعنی صرفا نهادهای دولتی یا خصوصی هم شامل میشه؟ بر فعلا برنامه آسان خدمت یک برنامه دولتی است و همراه نهادهای دولتی ما کار میکنیم. بله. این طرحی که شما در نظر گرفتین یک طرح موقتی هست یا نه دوامدار هست، یا طرحی که روی دست دارین یا طرحهای دیگه هم دارین روی دست یا خیر؟ طرحی آسان خدمت دوامدار خواهد باشه، طرحی آسان خدمت تا تر ډیره وخت پورې پاتې کیږي، دا به یو دوامداره، دا به یو موقتی اداره ونه اوسي، ځکه د خلکو همدغسې کوم جنریشن چې راځي همدغسې دوام لري، او دا به یو هغه انګلیسي په لحاظ پرمننت اداره وي چې د وزارت په شکل باندې یا نور دولتي ادارو په شکل باندې. یک موضوع که میل در ذهن آمد جناب آقای ذهین، این اداره آسان خدمت فقط در کابل است یا در سراسر کشور افغانستان است؟ بسیار خوب سوال، خوب است که واضح شوه. اول ما میخواهیم که یک مرکز جور کنیم در کابل که او مرکز یک سرویس سنتر و یک ادمنستریتیو بیلدینگ یا تعمیر اداری می داشته باشه. باز ما می خواهیم که اینمی مرکز خدماتی را در چهار زون کابل جور کنیم. درست. بعد از او ما می تانیم که به سطح ولایت بریم. در هر ولایت باید یک مرکز آسان خدمت باشه تا تمام مردم خدمات عامه را بسیار به آسانی به دست بیاره. بسیار خوب. یعنی در واقع فعلا یک مرکز وجود داره و تصمیم بری هست که در چهار زون کابل و در قسمت بعدی در تمام ولایت افغانستان. یو مرکز هم وجود نلری په دې باندې کار شروع دی، زمونږ چې مرکز جوړ کو، ولی مخکې د هغه نه چې مونږ مرکز جوړو مونږ د نورو ادارو سره کار کوو چې هغوی پروسې ساده کړو، هغوی لپاره سیستم جوړ کو، تر څو مونږ ته نیږو چې د آسان خدمت په سټنډرډ باندې دا ټول سیستمونه جوړ شي، بالاخره دا ټول سیستمونه راشي د آسان خدمت سره کار شروع کړو. بسیار خب. جناب آقای ذهین، در عرض 3 دقیقه یک اشاره داشته باشین، اگر من شخصا خودم میخوام به این مرکز رجوع بکنم باید از کجا شروع بکنم؟ خب طبیعتا در هر نهادی که ما میریم یک سری اصول و مراتب داره، از یک قسمتی باید عریضه بتین به او در عریضه خودشان به دست بیارن و چقدر زمان در بر میره؟ اگر میره برای هموطنان ما یک توضیح بتین تشکر میکنم. شما دیدی په برخه کې باید دا ووایم چې کله یو نفر راځي اصلا خدمت دی و خدمات در لاسه کولو په خاطر باندې، هغه لپاره به جدا غرفه معلومه وي، جدا ریسپشن به وسیږي، پذیرش به وسیږي، د هغه لپاره به رهنمایی کیږي چې کوم ډول باندې د خپل اسناد ته مراحل کی. وروسته هلته موږ کسان لرو هغه به د ټول نفرانو سره کومک کوي، د درخواستی په ډکولو کې یا د اپلیکیشن په ډکولو کې، هغه نور مسایل چې دي چې ضروری دي هغه خلک چې نه ورباندې پکې هغو سره به کومک کوي، تر څو هغوی د مربوطه غرفې ته لاړ شي، په مربوطه غرفې کې خپل اسناد تسلیم کړي،
تنه یو ځل ضرورت لري هر فرد چې لاړ شي اسناد تسلیم کی نور اسناد په خپله د اسان خدمت په تعمیر یا په سرویس سنټر کې تای مراحل کیږي د هغې لپاره یو وخت ورکول کیږي هغه وخت ډیر واضح دی په طرز العمل د اسان خدمت کې به وي چې مثلا د پاسپورټ لپاره موږ څومره وخت لرو د ډرایوینګ لیسنس لپاره موږ څومره وخت لرو یا د نکاح خط لپاره موږ څومره وخت لرو دا به ډیر واضح وي په هماغه وخت او زمان به بیرته همه نفر را غوښتل کیږي هغه ته به دغه اسناد سپارل کیږي. در بین صحبتاتون گفتین جناب آقای زینی که برای هر بخش یه قرفه های جدا وجود داره. یه قرفه ها شامل چی میشه؟ مثلا مسائل اقتصادی مربوطه که مثلا اسنادی که مربوط به پاسپورت و خدمات اجتماعی میشه، اینا همه جدا جدا هست یا نه به صورت دیگه میتونه باشه؟ بله، مثلا دو سه نماینده پاسپورت که امروی اصلا خدمت کار میکنه قرفه های جدا داره، نفرهای جدا هستن، یک سکشن جدا هست. به همین شکل وزارت کار امور اجتماعی که جوازها را صادر میکنه اونا غرفه های جدا داره، بله، در جایگاه خاصی داره، در اونجا سکتور جدا است. به همین دلیل کل نهادهایی که امرای ما کار میکنه جدا هست و بسیار واضح اونجا نوشته می باشه که این سیکشن مربوطی کی است، این سیکشن مربوطی کی است، این سیکشن مربوطی کی است. به همین سیکشن هر فرد میتونه مراجعه کنه و اسناد خود به دست بیاره. بسیار خوب. تشکر میکنم شما جناب آقای زهین، تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین. تشکر. موفق معیت بشین. از حضور شما مرخص میشیم. خدا نگهدارتون. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. قسمت دوم برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم بعد یک وقفه. دولت افغانستان برنامه حکومتداری الکترونیک را در این کشور از سپتامبر 2015 آغاز کرد و مقامات کابل اعلام کردند که هدف از این کار ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد اداری و عرضه خدمات بهتر در مدت زمان کمتر به شهروندان این کشور است. حکومتداری الکترونیک در این خط به کارگیری تکنولوژی معلوماتی و سایر تکنولوژی های مبتنی بر کامپیوتر و اینترنت است. به خاطر نشر معلومات و ارائه خدمات دولتی به شهروندان به یک شکل مؤثر و کم هزینه که در حقیقت در اینجا ما تعاملات الکترونیک را داریم بین شهروند و دولت و کاتگوری های مختلف دیگه ای که در حقیقت در سال 2007 این تعاملات الکترونیک به 4 بخش عمده تقسیم شده. تعاملات الکترونیکی بین دولت و شهروندان از جمله در کشور مثل افغانستان که ما راه‌های مواصلاتی مناسبی نداریم و همچنین امنیت کشور وضعیت خوبی نداره، شهروندان میتونن از راه دور و بسیار به آسانی در هر زمانی از روز یا شب از طریق تکنولوژی معلوماتی و شبکه اینترنت از معلومات حکومتی، از اخبار، از خدماتی که در آینده در اینترنت برای اونها قرار میگیره استفاده بکنن. و کارگیری حکومت الکترونیک در افغانستان ضمن کوتاه‌سازی روند کاری و شفافیت امور، امکان جعل اسناد کاغذی را نیز از بین می‌برد. از جانب دیگر با دیجیتال شدن امور، بوروکراسی کاهش چشمگیر می‌یابد و میزان شفافیت ارتقا پیدا می‌کند. فایده ای داشت که دو سال پیش شاید امکانات کانکور تحصیلات علی مشاهده بسیار تقلبات های زیاد بودم که یک نفر میرفت جای دیگه کس امتحان میداد و این سیستم بایومتریک که آمد امو شخص که میرفت کارت میگرفت، امو شخص که برای کانکور و برای خود آماده میشد، امو شخص بایومتریک میشد و داخل سنت میشد که او امتحان کانکور بده. و یک چیز دیگه هم که حالا میتونم ما بیل برق خود در بانک ها یا توسط موبایل چیزا تحویل کنیم و این زیاد مشکلات داشت. مثلا برق کس قطع می شود و می رفتن 4-5 روز در بانک استاد می شودن تا نوبت برسن. حالا می تانم با زودترین فرصت از تلفن همراه خود که همو تلفن هوشمندی که داریم می تانم خود ما بیل برق خود تحویل کنیم. هرچند در حال حاضر حکومتداری الکترونیک اولین گام های خود را در افغانستان برمی دارد، اما با این هم می تواند پیشرفت های چشمگیری داشته باشد که از آن جمله می توان به خدمات آسان خدمت اشاره کرد. وزارت مالیه افغانستان ابتکار آسان خدمت را از طرح مشابه که در آذربایجان حدود 4 سال قبل راه اندازی شده بود اقتباس نموده. هدف از راه اندازی مرکز آسان خدمت فراهم آوری تسهیلات لازم در عرضه خدمات عامه به شکل ساده و شفاف و ایجاد اعتماد بین دولت و شهروندان، ساده سازی و کوتاه کردن روند اداری طولانی در ارگانهای دولتی می باشد. اما آنچه مهم است اینکه خدمات آسان خدمت چه خدماتی و با چه کیفیتی به شهروندان ارائه می کند.
قبل از شما جناب آقای منصور، صحبت های جناب آقای زهین با هم شنیدیم. میخوایم از شما بشنویم در مورد خدمات عامه ای که از طریق این مرکز ارائه میشه. قسمی که زهین صاحب فرمودن آسان خدمت، از نامش معلوم هست که اولا تمام خدمات عامه را آسان میسازن و بعدا تمام خدمات زیر یک چتر میآید که تعمیر می باشه که تمام خدمات عامه باز یک چتر با ارگان های مختلف از طریق خود ادارات عرضه می گردد. بسیار خب. این که آیا هزینه در قبال این خدماتی که ارائه میشه گرفته میشه یا خیر؟ تا فعلا کدام از نگاه قانون پیش نرفتیم به این که حد اقل باید از یک مقدار پول اخذ شود، ولی منتظر ازی هستیم که قانون به ما چی اجازه میدن، ولی چیز واضح هست که تا فعلا هر سیستمی را که ایجاد کرده آسان خدمت پول نگرفتن تا فعلا. بله. و در مورد اینکه آسان خدمت در چه بخشای فعالیت دارن، خب از این صاحب گفتن که با بسیاری از ادارات و ریاست ها ما در ارتباط هستیم. بله، از اول شروع کنم که پاسپورت یک سیستم جدید برشان ایجاد کردیم و نه تنها پاسپورت بلکه در بخش های دیگه خود پاسپورت مثلا تمدید ویزا برای اتباع خارجی هست که هر خود سیستم پاسپورت پروسه های خیلی طویل داشت که ما در اول تانستیم که امی پروسه ها را بسیار ساده بسازیم، چون نام آسان خدمت که تمام خدمات ما را آسان بسازه. بله. ما این سیستم اول بسیار آسان ساختیم و بعدا بر از اینا یک سیستم بسیار شفاف ایجاد شده. به می قسم برای وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین جواز کار برای اتباع داخلی و جواز کار برای اتباع خارجی ایجاد شده هست که خیلی شفاف هست. بله. و میتونه که بدون کدام پول، بدون کدام رشوت با آسانی هر کس میتونه از او خدمات مستفید شود. به می شکل ما نه تنهایی بلکه بخش MSP یک پروژه نو ما هست که تادیه معاشات از طریق موبایل هست که یک پروژه نوی هست که در مدت 8-9 ماه میشه سرش کار شده که خوشبختانه 2 ماه معاش از طریق امی سیستم به مامورین خود وزارت معارف ارسال شده هست. بسیار خوب. در بین حرفایتون گفتین جناب منصور که بدون کدام رشوتی، میخواستم اینو بدونم که مرکز آسان خدمت آیا در جهت تقلیل فساد اداری تانسته تاثیر داشته باشه یا خیر؟ البته چون اولین هدف جناب رئیس جمهور امی است که باید از فساد کم شود یا از بین برود. اداره آسان خدمت یک اداره خیلی شفاف است. هر سیستم را که ایجاد میکنن البته خود کارمندا و کارگران خود آسان خدمت را ایجاد میکنن، یعنی ما نیاز به یک بخش خارجی نداریم. پول از دولت هست، از طریق خود آسان خدمت سیستم ایجاد میشه و تمامش از طریق رایگان البته به تمام ادارات دولتی عرضه میشه. یک چیز واضح هست که وقتی میگیم که سیستم ایجاد میشه، سیستم وقتی که ایجاد میشه از اولین کارش همی است که شفافیت از بار میاره و فساد را ریشه‌کن میکنه. قسمی که برای شما مثال دادم که سیستم قبلی پاسپورت یک سیستمی بود که در او رشوت و حتی شاید شما آگاهی داشته باشین که یک پاسپورت با $500 هم عرضه میشد، ولی فعلا چنین کار کرده نمیتونه کسی. بسیار شفاف هست سیستم، پول به خود متقاضی، پول به کارمندان پاسپورت از طریق بانک میپردازن، برشان سلپ داده میشه و بعدا میتونن که پاسپورت خود بگیرن. و یک خوشخبری دیگه هم که به تمام هموطنان بگویم که انقریب انشالله سیستم پاسپورت آنلاین میشه که زمانی که از ما از آنلاین گپ میزنیم دیگه در او هیچ فساد نمی باشه. یقیناً. بله. در مورد کیفیت خدمات میخوام از شما بپرسم جناب آقای منصور، کیفیت خدمات به چه سیستم هست، به چه گونه؟ قسمی که زین صاحب فرمودن که این طرح از اداره خود آسان خدمت آذربایجان هست که ما در سال 2016 12 جولای تفاهمنامه با ایشان امضا کردیم. پروسه قسمی که در آذربایجان هست اما مدل ها در خود افغانستان انشالله با خود قوانین افغانستان تبدیل شده و انشالله که تطبیق میشه و کیفیت به اندازه بالاتر و عالیتر خواهد بود. بله. در مورد پرسنل کاری که در آسان خدمت وجود داره، آیا از بنهاد هایی که در ارتباط هستین از طرف اونها جذب میشن و یا خودتون انتخاب میکنید؟ فرق میکنه. در وقت زمانی که اداره آسان خدمت به خیر ایجاد شد و مراکزشان که
در نه تنها دی که خود مرکز اولین مرکز آسان خدمت می باشه، در نواحی کابل مثلا در خیرخانه و خوشحال خان مینه و احمد شاه بابا مینه و در پل سرخ ایجاد میشه. از خود ادارات که میاین اونجا در اونجا خدمات ارزه میکنن، یک نظارت و کنترل عمومی از طرف اداری آسان خدمت می باشه. هر اداری که در اونجا خدمات خود ارزه میکنن یک نظارت کننده هست که اون نظارت کننده آسان خدمت می باشه. بسیار خوب. جناب آقای منصور، اشاره کردیم به بعضی از خدماتی که مرکز آسان خدمت ارائه میکنه. یک چیزی که ما شنیدیم این است که میگن که اسناد تحصیلی رو میفرستن برای مرکز آسان خدمت بختاری که تایید بشه در وزارت خارجه، بحث قبولجات خانه ها و مراکزی که وجود داره. آیا این حرف درست است یا نه؟ بله، ما با 7 نهاد دولتی انشالله زمانی که آسان خدمت مرکزش بنا شد، با 7 اداره دولتی که وزارت مالیه، وزارت کار امور اجتماعی، وزارت داخله، بله، شاروالی ما و محاکم ما در خود اداره آسان خدمت اداراتشان می باشه و در اونجا وزارت خارجه که شما گفتین که اسناد تحصیلی هست که مربوط وزارت خارجه میشن، بله در اداره آسان خدمت انشالله که ارائه خواهد شد و بدون کدام پوله. قسمی که برای شما گفتم اداره آسان خدمت از هر نهاد دولتی که در اونجا می باشه به طور یک نظارت کننده می باشه که هیچ کسی از متقاضی تقاضای پول کرده نمیتونه. بسیار خوب. در مورد مشکلات این نهاد میخوایم شما بشنیم. خب شما اشاره کردین که در سال 2016 تقریبا میتونیم بگیم نهاد نوپا و دو ساله هست. چه مشکلات و چه کمبودی هایی داره و توجه کدام مراکز باید در این زمینه داشته باشیم؟ یگانه مشکلی که فعلا سر راه آسان خدمت هست که نبود زمین هست و که قریب انشالله جلالت ما رئیس جمهور حکم به خاطر ادای زمین کردن و میکنن. هنوز معلوم نیست که در کجا، ولی انشالله قریب زمین آسان خدمت انشالله خواهد بود. بله. و یگانه مشکل امی هست، دیگه مشکلات ما انشالله سر راه خود نمیبینیم به خاطر از اینکه سیستم خود آسان خدمت جور میکنه و پرسونل از طریق خود پروسه انتیه از طریق بسیار پروسه شفاف استخدام میشن و مشغول کار خود میباشن. بسیار خوب. اگر یک اشاره خیلی کوتاه داشته باشین در مورد فعالیت های 2 ساله که انجام دادین، مثل یک ارزیابی. قسمی که برای شما پیشتر یادآوری کردم که سیستم پاسپورت ایجاد کردیم. بله. تمدید ویزا برای اتباع خارجی ایجاد شده است و سیستم خیلی خوب است. جواز کار برای اتباع داخلی و جواز کار برای خارجی هست. بله. کی فعلا روان هست و پروژه MSP ما هست که فعلا روان هست و کدام مشکل یا چالش سر راهشان نیست. غیر از او پروژه های دیگه که فعلا ما سر دست داریم که پروژه ترافیک هست که به قسمی که پاسپورت به مرقم شفاف میشه، انشالله که ریاست عمومی ترافیک هم سیستمشان تقریبا 80-90% تکمیل شده. فقط ما با شاروالی هم کار میباشیم که بتونیم سیستم ترافیک به قسمی که ما پلان کردیم به مستقل تطبیق کنیم انشاءالله. بسیار خوب. در مورد صحبت بکنید جناب آقای منصور که آیا کدام نهاد و یا مرکز دیگه وجود داره که در واقع بگیم تشبیه بشه به ارزیابی شما، یعنی فعالیت های خود مرکز آسان خدمت زیر نظر داشته باشه و ارزیابی بکنه یا خیر؟ قسمی که زین صاحب فرمودن که اولین بار ای از طریق وزارت مالیه یعنی زیر چتر وزارت مالیه بود، ولی فعلا نظر به تصمیمی که در شورای عالی اقتصادی گرفته شد به مربوط وزارت مخابرات میشه و آسان خدمت یعنی وزیر صاحب مستقیما نظارت کننده اداره آسان خدمت میباشه. بسیار خوب. یکی از هموطنان با تماس گرفتن جناب منصور پرسان کردن که آیا جواز مکاتب و مراکز آموزشی ها مربوط این مرکز میشه یا نه؟ تمام جواز که هست که به نام وان استاپ شاپ یاد میشه مربوط جواز مرکزی که ایجاد شده هست مربوط جواز همونجا میشه، ولی بله ما یک قسمی که بیشتر فرمودم برای شما که آسان خدمت یک اداره هست که تمام خدمات ما را زیر یک چتر میارن، پس به این معنا که یکی از نهادهای یا یک بخشی از عرضه کننده ما همین جوازها خواهد بود.
بسیار خب. و سوال دیگه ای که هموطنان پرسیدن در مورد جواز کار بود، که جواز کار را باید خود کارفرما رجوع بکنن یا خود کارگر، و اینکه در مقابل هزینه دریافت میشه یا خیر. خب چیزی که قانون بر ما گفته هست، ما از قانون سرکشی کرده نمیتونیم. البته یک مقدار پول به خاطر مجوز قانونی به خاطر جواز کار هست، از او بالاتر ما گرفته نمیتونیم، چیزی که قانون بر ما اجازه داده. و ما کدام شرکت نیستیم که ما مفاد خود هم در او عرضه خدمات ذکر کنیم و بقیه پول که هست برای دولت. نه خیر، ما یک اداره دولتی هستیم، ما شرکت نیستیم. بله. و قسمی که تمام ادارات دولتی با مقدار پول کم یا بیشی که خدمات عرضه میکنن، اصلا خدمت هم به مشکل خاطر. بسیار خب. جناب آقای منصور، دقیقه فرصت داریم. جناب آقای ذهین اشاره کردن که خود نهاد یا مرکز آسان خدمت یک نهاد دوامدار است، یعنی موقتی نیست. میخوام از طرح و برنامه‌های آینده تان بیشتر بشنویم. در عرض این دو دقیقه اگر خدماتی که قرار است ارائه بشه، خصوصا اینکه فقط فعلا در شهر کابل ما این مرکز داریم و نیاز هست که در سایر ولایت‌ها هم باشه. بله، چون ما اداره آسان خدمت یا پرسنل آسان خدمت تمام فعالیت های خود و کارهای خود به فیز یا فاز یا بخش ها تقسیم کردیم. در بخش اول یا فیز اول ما که مرکز اداری آسان خدمت ایجاد شده، اولین مرکز، و بعدا در نواحی کابل که پیشتر بر شما عرض کردم که در خیرخانه مینه یک بخش ما خواد بود، در خوشحال خان مینه یک بخش ما خواد بود، در قسمت پل سرخ یک مرکز ما خواد بود، و در قسمت احمد شاه بابا مینه که فیز دوم ما هست. در فیز سوم ما که تمام افغانستان ما به زون ها تقسیم کردیم، که در هر زون، در هفت زون، یک نمایندگی یا یک مرکز آسان خدمت خواهد بود. و بالاخره در فیز سوم ما میتونیم که در هر ولایت، در هر ولایت یک اداره، یک مرکز آسان خدمت باشه. ولی بعضی ولایت های ما هست که نفوسشون بیشتر است، ممکن بله. که در اونجا ما دو مرکز داشته باشیم. بسیار، من با توجه به نیاز، نظر به نیاز. بسیار خب، تشکر میکنم جناب آقای منصور.